این یکی رو ببینید. گفته شکل مقابل نمودار تابعه ایگرگ مساوی ایکس دو بزاره آ ایکس منهای دو تقسیم بر ایکس به ازای بی است. کدام گزینه درست است؟ راجع به آ و بی اومده سوال پرسیده. ما به شما گفتیم اول برو سراغ مجانب و ریشه. بچه ها نگاه بکنید، باز این همون بازیه که گفتم حواستون باشه. اومده تابه رو به محور ایگرگا نزدیک کرده. وقتی تابه رو به محور ایگرگا نزدیک مونه، این محور ایگرگا شده مجانب قائم. محور ایگرگا ایکسش چنده؟ صفر. پس تمام، ایکس مساوی با صفر مجانب قائمه. یعنی صفر باید مخرج رو صفر کنه، در نتیجه صفر به ازای بی صفره، یعنی بی میشه صفر. برای به دست آوردن آ چی کار کنیم؟ مجانب مایل داریم. من میام صورت رو به مخرج تقسیم میکنم. البته که حواسم هست که بی صفر، دیگه بی رو نمینویسم. اگر تقسیم بکنم در نهایت میشه ایکس به اضافه آ، این میشه مجانب من. بچه ها ببینید، اگه ایکس رو بذارم صفر، مجانب مایل من داره تو منفی ها قطع میکنه محور ایگرگا رو. یعنی ایکس رو بذاریم صفر، جواب منفی باشه. پس ایگرگ مساوی با آ باید منفی باشه، در نتیجه آ میشه منفی. یعنی جاهایی که رو مثبت و منفی بودن بحث میکنه، ما برامون خیلی مهمه که محل برخورد با محوراشو تشخیص بدیم. ولی به هر حال بازم همون استراتژیه که ما داشتیم، همون بحث مجانب ریشه، بعد اکسترموم سودی نزولی، بعد بریم به سراغ بحث مثلا عطف و جهت تقعر. اینو نگاه، گفته شکل روبرو نمودار تابع ایگرگ مساوی آ در ایکس بتانه 3 دوم به ازای بی در ایکس بتانه 1 دوم است. بی کدام است؟ تنها چیزی که داده همینه. ببین خیلی واضحه دیگه. الان اولا ایکس رو بذارم 1، ایگرگ باید بشه 2. دوما ایکس مساوی با یک، معلوم نقطه عطفه، یعنی مشتق دومم باید 0 باشه. همین اول از همه، x رو بذاریم 1، y و 2. یه سوال، یک برتوانی چند میشه؟ 1. پس در نتیجه 2 میشه آ به اضافه. مگه این نقطه عطف نبود؟ پس من مشتق اولو میگیرم، مشتق دومم میگیرم. اگه x رو بذارم 1 باید بشه 0. x رو میذاریم 1 میشه 3/4 آ منهای ب 4 مساوی با 0. اینجا b میشه 3a. یه دستگاه داریم دیگه. اگه به جای b اون بالا 3a بذاریم، آ به دست میاد 1/2، بی هم که میشه 3/2. پس ببین فقط نمودار رو نگاه کن، مثل کارگاه بررسی کن چیا داده. اینجا فقط همین یه تیکر رو داده دیگه. یه عطف داری میبینی، یه دونمون که ایکس رو بذاری 1، ایگرگش میشه 2. این سوالو ببینید، گفته شکل روبرو نمودار اف ایکس مساوی آی ایکس بذاره 2 تقسیم بر ایکس 2 بذاره بی است. با تعیین آ و بی مینیمم نسبی تابع را بیابید. یعنی برخلاف سوال قبلی ها آ و بی رو نخواسته، گفته حالا برو آ و بی رو پیدا کن. حالا که پیدا کردید دمت گرم، مینیمم نسبیش هم پیدا بکن. ببینیم اول مجهولامونو چجوری به دست بیاریم. همون استراتژی و همون بازیای قدیمی طراحا، دوباره تابه رو به محور ایگرگا نزدیک کرده، یعنی ایکس مساوی با صفر مجانبشه. نگاه کن، ایکس مساوی با صفر مجانبشه، پس در نتیجه بی باید صفر باشه. صفر رو بذاری مخرج بخوای صفر باشه، بی صفر. ریشه شنده 2، یعنی من اگر ایکس رو بذارم 2 باید صورت صفر بشه. پس دعای به اضافه 2 باید صفر باشه، آ هم میشه منفی. این آ این ب، ما کلی از سوالمون همینجا حلش تموم میشه. اما اینجا ما تابمون رو به دست میاریم، حالا تازه باید بریم مینیممش رو پیدا بکنیم. ما برای پیدا کردن مینیمم چیکار میکردیم؟ مشتق میگرفتیم میذاشتیم صفر، ایکس داشت در میاد مینداختیم تو تابه. الان نگاه کن، مشتق بخوام ازش بگیرم، مشتق صورت در مخرج، منهای مشتق مخرج در صورت، به روی مخرج به توان 2، سادهش میکنم، صورتش رو میذارم صفر. یه ایکس میشه صفر، یه ایکس میشه 4. ایکس مساوی با صفر که حتما نیست، چون صفر اصلا تو دامنه تابه نیست، مجانب قائمش. پس اون ایکسی که من میخوام 4ه. حالا کافیه 4 رو بذارم داخل تابه، میشه منهای 4 بذار 2 روی 16، منهای 2 روی 16، منهای 1 8. یعنی در واقع طراح اینجا دو تا سوال خواسته دیگه، یه دونه سوال نمودار، یه دونه سوال اکسترموم، دو تا سوال ترکیب کرده شده یک سوال. بعدی هم همینه. ببین گفته شکل روبرو نمودار تابع اف ایکس مساوی ایکس 4 بذار آ ایکس 3 بذار ب ایکس است. با تعیین مقادیر آ و ب مینیمم تابع کدام است؟
یعنی دوباره اومده این نمودار رو داده، این ضابطه رو داده، میگه آ رو پیدا کن، بی رو پیدا کن، ای بل حالا که پیدا کردی برو مینیمومش رو پیدا بکن. خب یه ذره این سوال داستانش با قبلی ها فرق میکنه، نوع حلش. قشنگ نگاه کنی، ما میفهمیم اینجا عطفه، یعنی x مساوی با صفر شده عطف، یعنی ما باید در اطراف صفر عطف داشته باشیم. عطف یعنی پرانتز فرد با توان بزرگتر مساوی سه. قبوله، قبلا گفتیم دیگه. حالا اینجا رو ببین، تو تابمون قشنگ حرفامو گوش کن، تو تابمون اگر x رو به سمت صفر میل بدیم مگه توان کمتره نمیمونه، یعنی به x میمونه، یعنی x توانش یکه. خب آیا توان یک عطف ایجاد میکنه؟ نه. پس بنابراین این به x نباید باشه، چون تابمون عطف داره، یعنی b باید بشه صفر. یه دقیقه نگاه بکن، الان من دستم میذارم جلوی این، انگار به x نیست. وقتی x به سمت صفر میل میکنه ax میمونه، x هم عطف داره دیگه، مشکل رفع میشه. اما نگاه کن، تصور کن به x باشه، وقتی x به سمت صفر میل میکنه فقط به x میمونه، آیا به x عطف ایجاد میکنه؟ نه، چون xش توانش یک. b رو فهمیدیم صفر. حالا که b صفره میشه x4 به اضافه a x، از x فاکتور بگیریم میشه x در x به اضافه a. مگه منای 4 ریشه ما نیست؟ پس اگر منای 4 رو بذاریم a به دست میاد 4، یعنی تابمون شد x4 به اضافه 4x. حالا که مینیمم خواسته مشتق میگیرم میذارم صفر، xش در میاد میندازم تو تابه. وقتی مشتق بگیرم میشه 4x به اضافه 12x2، بذاریمش صفر، xاش یه صفر در میاد، یه منفی 3. اما صفر قبول نیست. چرا صفر قبول نیست؟ چون ریشه مضاعف y پریمه. یعنی ببین ترا دیگه هر کاری تونسته تو این سوال کرده، یعنی اومده یه کاری کرده تو آبه رو سخت به دست بیاری. خب اونو به دست آوردی، واقعا انصافا خدا وکیلی فهمیدن اینکه x به سمت صفر به x نباشه تا x صفر فقط بمونه سخته. این کار رو انجام داده، رد کردیم اینو. حالا اومدی مشتق که میگیری مساوی با صفر میذاری، یه ریشه مضاعف گذاشته و ما میدونیم وقتی مشتق میگیریم میذاریم صفر، اون ریشه مضاعف اکسترموم نیست. پس x مساوی منهای 3 ریشه اصلی ما و اکسترموم ماست. حالا کافیه توی تابمون به جای a 4، به جای b 0 و به جای x منهای 3 بذاریم و y به دست میاد برابر با منهای 27.